جنبش مساف تقدیم می کنند. اللهم صل على فاطمة و و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما به الموج أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ل... به ولایت مولانا امیر و امت معصومین سلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم خب ما دو تا جلسه قبلی در مورد اصل دشمن شناسی تو ترک گناه صحبت کردیم اینکه یه چارده پونزت اصله ما یکیشو فقط گفتیم توی قالب اون اصل چون وقت نبود یکی دو تا اصل دیگه هم سریع گفتم اما امشب خیلی در واقع کلاس بندی شده و فهرست بندی شده مطالب نقل خدمتتون اصل دشمن شما که اول قبول کنیم که شیطان دشمنه انه لکم ادو و مبین. بعد چه حمله میکنه بعد در مقابل هر حمله باید نوع ضد حمله خاص خودشو گذاشت و آروم آروم خود شیطان با حمله هایی که میکنه باعث میشه ما نقاط ضعفمون چی بشه آشکار بشه ما با گرفتن جلوی اینا روز به روز به خدا نزدیکتر بشیم یعنی حتی میتونیم از وجود نحس شیطان هم استفاده مثبت گفتیم اصلا یک مؤمن هیچ وقت بمب نمیکنه همه تهدیداتو به فرصت تبدیل میکنه اصل یک بود استراتژی و تاکتیک های شیطان رو گفتیم دوم اصل در شرایط گناه قرار نگرفتن بود که اصلا مؤمن خودش رو در شرایط گناه قرار نمیده میگه آقا من برم فلانجا گناه نمیرم من به این تو لپتاپم این رو داشته باشم میدونم الان شاید میل شهوت در من کمه فردا خودمو که میشناسم که فردا در من قلیان پیدا میکنه خب بعد اون موقع چی؟ باز میرم سراغش خب همین الان همون بحثی که گفتم پولار رو پشت سر خودم چیکار میکنم؟ خراب میکنم آدم بعد از ارزای میل جنسی یا حالت سستی و رخوت بهش دست میده خب تو اون حالت سستی و رخوت اصلا بعضی موقع با خودش میگه اصلا میل جنسیش ارزش هم نداره ها. خب اما باید یادش باشه وقتی قلیان میکرد میل جنسی یه حس دیگه بود تو اون حسی که الان بدش میاد خب فرصت خوبی خوب فکر کنه اما با خودش بگه بگه الان اینجوری هم دو ساعت بعد یه روز دیگه کلا دوباره اون حس قبلی است کلا آدم وقتی ارضا میشه میل پیدا نمیکنه ببین ما تو روی کره زمین کلا گفتم بارا ما لذت نداریم فقط یه لذت رو زمین است ما روی زمین اصلا لذت نداریم هر چیز رفع سختیه شما تشنه میشه بعد آب میخوره کیف میکنی اولین پدرت در اومده بعد آب خوردی صاف شد یعنی چاله رو پر کردی تپه ای نبوده و این چی شد ارتفاع رو فرض بکنیم لذته ببین تا تشنت نشه اون آب خوردن کف نمیده لیوان اول میخوری سلام برای ابو عبدالله میگی کیفی هم میکنی دومی عادی سومی که چهارمی اسم شکنجه است خیلی میخوان شکنجه بدن آب خوردشون میدن اصلا همینه میل جنسی بر آدم غالب میشه خلع احساس میکنه بعد ارضا میشه بعد تو برایم. ما اصلاً لذت تو بهش لذته یعنی اصلا گرفتی چی شد ما تا حالا درکی نداشتیم تنها جایی که لذت تو این دنیا هست خب لذت تو این دنیا هست همون لذت نزدیکی به خداست نزدیک شدن به خدا و اهل بیت محبت اهل بیت که اونم مسیر رسیدن به خداست ما این رام تاکیدن میگیم اهل بیت رو ما وسیله یه رسیدن به خدا میدونیم و تقو الی الله الوسیله خودش گفته با وسیله و توسل پیش ما بیاید وگرنه بدون اذن خدا اهل بیت هیچ نیست اینجوری نیستش که خود اهل بیت بمبستی بشن اینجور نه خیر ما میدونیم خدا امام حسین دوست داره خدا خودش گفته گریه کنید برای حسین من خودش داده من و یعنی نه ما امام حسین رو دیدیم نه ایرانی بوده مثلا بگید نجادی دارن میپرسن ملی دارن میپرسن نه خیلی. اون دنیا به لذت همش اصل سوم که امشب هم صحبت بکنیم من سعی میکنم تمام اصول امشب بگم دو تا اصل رو نگه دارم بر فردا که جلسه آخره احتمالا نمیدونیم حالا چی بشه بستگی داره 8 کی باشه اصل شناخت انواع گناه یکی از دلایلی که ما گناه میکنیم برای اینکه این, این گناه رو نمیشناسیم نه صغیرش رو میدونیم چیه نه کبیرش رو میدونیم چیه نه گناه حق الله گناه حق الناس گناه حق النفس رو میفهمیم چیه متوجه گناه شیرین میدونیم چیه نه گناه غیر شیرین میدونیم چیه نه دستبندی مختلف داریم معمولا برخورد پاس و پاسخ خداوند متعال در پاس در برابر گناه های غیر شیرین خیلی پاسخ محکم و بدجوریه چون خود خدا آدم آفریده میدونه بالاخره این یه نیازی داشته دیدی دنبال این میبره کشش بده بگیره و پیدا کنه و فلان چیزا این به این معنی نیست گناه شیرین و یه نفر کوچیک بهش ها این بالاخره بعض از گناه هست لذتشو میبره طرف حالا اون لذتی که گفتیم رفع علمه خب گناه هم. مثلا روزه هست تشنش آب میخوره خوشش میکیف میکنه خب؟ اما آره روزه رو شکسته خراب که گناه کرده معصیت انجام داده متوجه شدید یا خدای نکنه مرتکب یک عمل نامشروعی شده خب یه لذت بود این گناهش اینه اما واقعا احمق کسانی هستن که گناه غیر شیرین انجام میدن گناه غیر شیرین یعنی هیچ چم یک گناهی انجام میده؟ ای این خیلی درد. و خودم پاسخش به خیلی بد مثلا میگه الغیبتو اشد دو من برای که میگه خب تو چه مرگت بود غیبت کردی پشت سر یارو خب بعضی ها انقدر در گناه غیر شیرین قوته ور میشن و اعتیاط پیدا میکنن به گناه غیر شیرین گناه غیر شیرین رو بر خودشون شیرین میکنن یعنی غیبت میکنه جیگرش حال میاد تیکه میندازه به این نفر جیگرش میگه خیش خونک شدم. قبلش, تو آتیش بودی. شدم قبلش تو آتیش بودی خودت داری میگه خونک شدم قبلش تو آتیش بودی گناه های غیر شیرین خیلی محکم پاسخ داده این گناه ها رو دقت کنید که بررسی که میکنید میبینید عموم اینها حق و ناسه. خیلی جالب گناه های غیر شیرین چیه عموما حق و ناسه. این یک دسته بندی گناه یک دسته بندی دیگه گناه گناه های صغیره و کبیره است برخی گناه ها گناه های کوچکه برخی گناه ها گناه های بزرگه خب طبعا اون بزرگه بدتر دیگه گناه کبیری که از مؤمن نباید سر بزنه سخیرش هم نباید سر بزنه من کبیر اون معصیتیه که پرده دری بیشتری کرده یک نفر که خدا نکرده زنا میکنه گناه کبیر است یک کسی که استمنا میکنه خود رضایی میکنه گناه گناه کبیر است این پرده دری پرده دری سنگینیه در مقابل حق حالا کتابش هم هست گناهان کبیره دانلود کنید کتاب گناهان کبیره شهید دستخیب معروف بود اول انقلاب هم میخوندن همه کسایی که انقلابی بودن اینو میخوندن تا یاد بگیرن که چجوری باید اول جهاد با نفس باید بکنن بعد چی؟ بعد جهاد اکبر بعد جهاد اصغر هر روز هم با پی دی افش رو دانلود کنید بخونید گناه کبیر و سغیره بشنسید الان ما وقت نداریم بیم فهرست بندی اینا رو مجزا کنیم و اینا بیام جدا جدا خدمت شما بگیم خب سحر گناه کبیر است اینا که سراغ دعا و جنگی رو جادو جنبل اینجا چیزا می میرن اینا گناه کبیره انجام میدن و کافره به تمام ادیان الهی میمیرن این روایت این خانوما که سراغ این دعا نویسا میرن اینا آدم پدر سوخته ان یعنی عموما و از اونجا که شما نمیتونید پدر سخته و غیر پدر سوخته شون تشخیص بدی چون پدر سوخته هاشون هم فیلم بازی میکنن ادا در میارن میگه آیه قرآن به من داره ما تو توجیه نیستی اون کاغذی که, که قرآن روش نوشته قبلا چی کار کرده این آدم نمیدونید. جایی بود یکی رو دستگیر کردن از من خواستن که من در جریان پرونده قرار بگیرم با من کسی که الله مثلا یه حوزه این شیاطین کار کرده بودم فیلم بازجوش آوردم و نشون دادم این خود اینا میگفت وقتی ما خواستیم رو دستگیر بکنیم مردم به ماشین صد و سنگ میزدن یعنی اینقدر قشنگ این آدم فیلم بازی کرده بود در زیر زمین خونه اینا مقدساتی پیدا شد که آلوده به نجاسات شده بود که کسایی که اون سخنرانی رمالی و جنگیری رو اومده بودن دیدم من اسنادش هم نشون دادم اونجا ما تو فیلم اصلی نمیتونستیم بذاریم من اجازه گرفتم گفتم اونجا توی سالن نشون بدم و دوربینا آوردم پایین حالا دوربین خودمونم که مال خودمون که کسی فیلم ضبط که من نشون دادم اسنادش خب یعنی شما نمیدونی یه وقت میبینی به سر ندانستن یه گناه کبیره بدجور داری انجام میدی خدا نه اون روز میخواد بر بخت دخترش وا بشه نمیفهمه گناه کبیره به درگاه خدا انجام میده پای شیاطین رو باز میکنه به زندگیش حالا این میمونه با شیاطین بعد دیگه میاد ناله میکنه چرا خدا من نجات نمیده رفتی در قفس شیر وا کردی تو باقبش پریده بیرون این هم هم نوشتن به قفس شیر نزدیک نشوید ها مشکل کیه توه کس هم این کار کرده سری توبه کنه چیزی هم که اون یارو گرفته بریزه توی آب روونی یه رودخونه ی چشمه یه جایی آب ببر و توبه کنه اش بریزه اساسی ها همین مارمزونش وقت دست بندی دیگه ای گناه حق الله و حق نفس و حق ناسه هر تا باید بر پیگیری بشه شما حق نداری به وجود خودت آسیب برسونی به هیچ وجه یکی از گناهانی که بخشوده نمیشه خودکشیه میگه به تو چه ربطی داشت مگه مال تو بود تو, تو توهم زدی این بدن مال خودته توهم به قرآن توهمه اون دنیا بهش میگه خفش و حرف نزن میگه تو خفش رو دستت حرف میزنه میگه مال تو نیست نه توهم زدی یه سال از تو بودم فکر کردی منم به گناه واو داشتی که خبری بود تو خفه شو شنان شروع میکنن حرف زدن علای شهادت دادن دهن تو میبندن هاشا میکنه اول میزن زیرش مال من تو نیست مالک یوم الدین یعنی چی؟ یعنی اون روزی که مالکیت ها همه مال خداست هر موقع اراده کنه تمام رگ حیاتو میبره اما اونجا میبینی مالک یوم الدین رو حق نداری تو به خودت آسیب بزنی شما که سیگار میکشی شما که قلیون میکشی بدون گناه کاری چون میدونی داری آسیب میزنی به بدنت میدونی این دود ضرر داره و چون شیعه هستی چند برابر باید حساب میکنه من بهت میگم چرا چون چشم امید خدا و امام زمان به شماست نه به اون اسرائیلی که داره آدم میکشه نه به اون سعودیه ابله احمقی که با دلارای اون داره جنگ تحمیل میشه بر انسان ها نه با اون اروپایی که تو کاباره مست و اصلا نمیفهمه کجاست زندگی شده برایش اینکه پول لر بیارم که بتونم حال کنم چشم امیدش به توست عمر هشتا سالتو تو کردی هفتاد سال غلط کردی عمر خود تو ده سال کم کردی بیجا کردی عمر تو کم کردی من مال تو بوده پزشک امام میگفت امام چنان سر ساعت قرصشو میخورد من هیچ کدوم مریضام تو هم. کل عمرم می گفتم چه جوری این داستان میگفت برای اینکه گناه داره من قرصم سر وقت نخورم الان اینجا تو آی دکتر مجتهدی تو مجتهدی تو میگی این 6 ساعت یک بار خورده بشه من رأس 6 ساعت یک بار میخورم چون حق و نفس اون دنیا بدن من در مقابل خدا دادگاهی میکنه منو میگه با چه حقی خدایا من اعتراض دارم این با چه حقی آسیب رسون به من دست با چه حقی من این چه میخواستم برای اهل بیت بنویسم و وادارم که دریوری نوشتم هنجره داد میزنه یا با چه حقی من میخواستم برای تو حرف بزنم برای اهل بیتت بخونم این اومد دست گذاشت روی این مطلب منو برده به یک جایی دارم دریوری تحویل مردم میدم این حق نداشت من شاکی هم خدا جواب بده. بدی اون روزی که دستت از تو در مقابل خدا شکایت میکنه زبانت شکایت میکنه میگه خدای تو من آفریدی من دوست داشتم یو سب الله ما فی السماوات و ما فی الارض هران در زمین و آسمان از تسبیح خدا میگوید یعنی من ذاتا دوست دارم تسبیح خدا بگویم اما این آدم این ملعون منو به حرف لغو واداش من دوست داشتم بگم سبحان الله نمیگه فش میداد چی شد؟ من دوست داشتم یه جاهایی اعلام براعت بکنم از دشمنان تو با توهین آره بگم مرگ بر این آدم نمیذاشت من میخواستم بگم لعنت بر این آدم نمیذاش بگم من شاکیم حق نفسه ب... سر بحث لطمهیم که تو هیئت اصلا اینقدر سر حرف و حرف بحث کرد برای چیه برای یک بخشش علاوه موجب شد وهن و اینجور چیزا بشه یه نفر فیلمشو ببینه و این داستانا خب یک بخشش سر اینه ش... خب موجب وهن میشه دیگه خب میگه اینو کیان باعث میشه که این همه مسیحی که تو اروپا دارن مسلمان شیعه خب گردن شما یعنی این, ل... این کاری که میخوام بکنیم برای ابو عبدالله ضررش بیشتر از سودشه کدوم آدم عاقل کار مضر رو انجام میده سود رسان در بعضی چیزها اصلا در بیس و ذاتش مشکلی وجود نداره اشتباه نکنید متوجه چون الان مورد سوء استفاده قرار میگیره نباید انجام داد آیه قرآن میگه بابا شما میگید را انا یا رسول الله پیغمبر ما مراعاتمون کن ما نمیفهمیم تون تون قرآن رو میخونی ما همینش قرآن نمیفهمیم اعراب بنده خدا سوادی هم نداشتن پیغمبر قرآن می خون گفتن رائنا مراعاتون کن رائنا یه معنی بعدی دیگه هم میتونه داشته باشه رائ یعنی چوپان ما دیگه باز نمی کلام اینا یهودی می اومدن وسط جلسه پیغمبر میشدن اینا که میگفتن رائنا اینا هم می اینا, خب؟ اینا هیچ کدوم معنی بعد هیچ وقت بگید نمی آیه اومد نازش تو قرانه ولا تقول رانه. نگید را نگیید رائنا قول انظرنا این کلمه مترادف خدا معرفی که گفت این کار رو انجام انجامه اینا دارن سو استفاده میکن سر بحث قمه زنی همین عزیزم اون مراجعی که میگن موجب وهنه فکر میکنن اینقدر عده احمقن که فکر میکنن مثلا یه مرجع خودش جلو عبا عبدالله قرار میده شما وقتی اسم اهل بیت میاد دستتو اینجوری میگیری بالا این فیلم ها پخش میشه صاف میره تو که تلویزیون سعودی پخش میشه میگن نگاه کنید اینا میگن یا الله بعد از این میگن یا صاحب زن. پس اینا از زمان چی میدونن؟ حالا حالا من, چ... من چی بهتون میگم؟ می دست اینجوری میبره بالا این ولی کن. <applause> من که میدونم شما هیچ وقت امام خدا نمیدونید. اما پدر سوخته داره موجب وح میشه کلی شیعه تو سوریه داره کشته میشه کلی شیعه تو عراق داره کشته میشه این گردن من شماست گردن من بلا قرآن داره که من قرآن خوندم که خودم نمیگم که فلزا ممکنه یک کار تا دیروز درست باشه امروز یک شرایطی به وجود بیاد چی ضررش بیشتر از منفعتش بشه دیگه انجام ندید آقا علما قلیون میکشتن علم بر این نداشتن که آسیب رسانه علم غیب دارن الان یه عالمی یک فقیه میره بیشه. دکتر دکتر میگن قرص نخور میگه باش میگن قرص بخور میگه باش این عمل جراحی بعد انجام بشه چی میگه باش اینطوری بعد انجام الان آقا میگن تحقیقات دارن انجام میدن و فلان آقا مثلا چای توش ایراد هست مثلا مصرف زیادش ضرر داره خب باش کم میکن تو یه سری به گناه عادت میکنن نمیخوان این از حق و نفس حق و ناس که دیگه خیلی بحث داره من و... چون خیلی بحث داره سریع عبور میکنم ازش چون زیادم تو سخنرانیام گفتم در همین حد گفتم جلسه اول که خدا از شهدا هم حق و ناس رو طلب میکنه حق و هم بسیار چیزای ریزی ولی قرون وای بر اون کسایی که به طول میخورن خیلی احمقان خدا شاد چرا چون اون دنیا یه نفر جلوشونو نمیگیره میبینی کیا میگیرن مثلا به طول ایران خورده ببین چی میشه کل این هفتاد خورده میلیون که جلوشو میگیرن مثلا فرض کنید 10000 تومان خورده میگن هر اون مثلا تقسیم بر 70 میلیون چقدر میشه خب انقدر بده. نه ثوابش بهمون بده یه دونه مثلا یک واحد ثواب باید به ما مثلا بعد بچه‌های اینا میگن یعنی یک شیر تو شیری میشه تو این هم به خاطر هم نیت امیر المومنی نیترسید خودکار عوض میکرد چراغ خاموش میکرد چراغ روشن میکرد همیشه یک کار میکرد سرازیری به سمت بیت مطول از این جیب به اونجا باشه برخی از مسئولین ما هستن دوره مسئولیتشون تمام یه پولی از جیبشون میذارن میگن شاید یه چراغ بیشتر روشن نگه ها جمعا میشه چقدر من ده ساعت چراغ بیشتر روشن باشه دهصد ساعت میشه انقدر پولش بیا چیزی هم نمیشه ها که درست کار کرده باشه نمیخواد وسواس بگیری با اون و اینم فلان نه وسواس بگیری نه همین میبینی جمع میشه مثلا این طرف 5 سجو مسئولیت داشته دزدی نکرده بابت همین چیز خوردریزان بیا میلیون پول میذاره میره که. حل اینا خیلی دیوانه اینا که به طول مال میخورن اصلا هیچ هیچ چیزی میگم چیزی میشن حق الناس آقا حق الناس تو این راهنمای رانندگی چه حق از مردم این طرف واسه دور میدون سپاه یه ترافیکی درست کرده با این ماشین گنده بعد اکناش رد شدم گفتم آخه اینجا جا پارکه تو ماشینم بود واقعا ترافیک درست کرده ترافیک میدون سپاه میرسه به سرا تالقانی اونجا رو هم میبنده بعد به خاطر اینکه اینجا باز باشه ورودی سیاد رو میبندن یه ترافیکی تو سیاد درست میشه تا کجا کشیده میشه گره اون گیجاییه که بلد نیستن رانندگی کنن یا حقوق مردم و چیز. برو رد شد دیگه لام هستا. وایساده بودن چه بشه اینجا جا پارکه من دیگه نمی‌دونم بشه تو امر معروف دیگه اینجا جا پارکه ار... اصلا کافریم من کافرم تو هم گبری هر دو کافر اینجا جا پارکه تو اروپایی مثلا ما تو مریخ اینجا جا رد شدیم یک فوش جانانه ای بهم به داد که اصلا <تصفح> صداش <تصفح> اومد ما چیکار کنیم حق و ناس حالا اینجا پ... راهنما رندگی نمون خیر تو بگیره حالا <تصفح> آخه من چیزم هستم من گشت نامحسوسام هستم خب تیرم شده بود یه وای وای یه حالی به طرف می‌دادم که تو کتابو برش بنویسم خب حواسمون جمع باشه حق الله هم نماز عزیزم، روزت اینا رو بپا واجبات ترک انجام و واجبات ترک محرمات اینا حق الله هست. درست انجام بدیا اینا جزء از اصوله یه چیزی بگم در مورد حق الناس کیونه. اگر گناهی کردی ظهور رو عقب انداختی اونایی که منتظر امام زمانن رو دنیا خیلی تو چی گفتم او؟ دنیا گفتم میگه من هفتاد سال هم کردم من میخواستم برسم به امام محسوسم این بابا نزاش بده من حقا بده من حقا من رشد بیشتری پیدا میکردم اگر امام محسوس بالا سرم بود برای اینه که اون کسانی که حق اهل بیت را قصب کردن در روایت داریم تا ابد هر که گناه می کند برای آنها هم می نویسند همین چی شد؟ سن ریشه وزات از حق و ناس نشعت گرفته می شود تا آخر زمان هر کی گناه میکنه چون هر چی اصلا قرار بود دکومت دست احلیت بشه چون دیر رسید همه چی عقب افتاد چون همه چی عقب افتاد تمام این عقب افتادن ها رو به اونها می نویسن. این میشه که یک نفر میبینی یک لبخند زده اما تو این دومینوی الهی این لبخند چنان اثرگذار بوده داغون کرده کنفایکون کرده قطام یه لبخند زد به ابن مرجع فلزا حضرت امیر فرمود از هیچ گناهی به نگاه کوچیک حالا بگذریم نگاه نب... شاید این تو دومینوی الهی که اثر وحشتناک روایت روایت طولانیه چند نکته رو میگه به همه احترام بذارید شاید اون آدمی که تو فکر نمیکنی یه فقیر بدبخت بیچاره پیرمردی همون یکی از اولیاء الله باشه یکی از عبدال باشه از رجال الغیب باشه از یاران امام زمان باشه تو نمیشناسیش شاید خضر پیغمبر در مقابلت تو نمیشناسیش یک بخشش هم همینه میگه هیچ گناهی رو نگید کوچیکه شاید تو این سیستم سیستم دومینوی الهی همون لبخند قطام بر ابن ملجم باشه که چه کرد کن فیکون ببین قاضی شرعی لعنت الله اینو خواستنش وقتی ابن زیاد هانی رو گرفته و قبیله هانی ریختن اونجا میگرفتن ابن زیاد کله پاش میکردن امام موسی میرسید به کربلا مردم کرب م... به کوفه مردم کوفه امام حسین بیعت میکردن من به شما بگم خب اصلا سرنوشت و ماجر تاریخ شد چی میشد عوض میشد گفتن ابن قاضی شرعی بیاد نگاه کنه ببینه که ما هانی رو نزدیم زده بودن دندون هانی رو شیکونده بودن کتک اساسی زده بودن قاضی دید رفت گفت نزدنش سالمه ببین زدنش شد چی؟ نه زدنش. یه حرف نه تاریخو عوض کرد حالا هر چی میشه واسه او مینویسن همینطور داره کنتور میندازه کنتور میندازه مثل شبکای رمیه کنتور میندازه برای همین باید براعت به جویی به ترسی به لرزی خدا نکنه من این گناهی که میکنم همچین اثری داشته باشه گناه ها کچیک نبینی این همه داد و بیداد بین ما و پدر مادرمون پیش میاد یه نفر تو این داد و بیداد مادرشو میزنه میکشه ها میتونی تو قسم حضرت عباس بخوری که من اینا نیستم نمیتونی به خدا نمیتونی قسم بخوری حواست باشه اصل بعدی اصل عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکن چجوری میزنن این مکان مجهز به دوربین مدار بسته از حواست و شیش دنگ جمع میکنی و میگن اثرش خیلی بالاست و زیاد تو فروشگاه ها کم میشه چی 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 این فروشگاه زنجیره میری میخوای شکلات ورداری پسته برداری میره همش تیغ خورده تیغ زدن شکلات توشو کشیدن بیرون ها مونتا این میتونه کار یه نفر باشه یه نفر بیدم که تیغ بزنه این برداره جمع کنه بره آقا روی این لباسا این گرون قیمت یه ماس ماسه که میچسبونن میخواد بری بیرون بغ میزنه آمار دوزیش چی میشه؟ میگه این مکان دوربین مدار بسته است اثرش از این که عالم محضر خداست در محضر خدا مسجد نکنید اثرش بیشتر مینی چرا؟ برای اینکه اون بنده آبروتو میبره اما خدا آبروتو نمیبره ستارال ایوبه داری سو استفاده میکنی از پر, پر میکنی از اون لطف خدا و صبر خدا و حلم خدا یارو اگر من جای اگر من جای او بودم این کارو میکردم اون کارو میکردم اون شعر و خون و این داستانه خدا میگه میبینم کجای کارید الم یه به ان الله یرا خیلی آیه تکون دهنده خدا شاهده من تو این بیارتی رو شیشه هاش نوشته میخونم علم یه به ان الله یرا بابا نمیدونی میبینمت دارم میبینمت مثل شیشه رفلکسه نمیبینی فقط خودتو میبینی اما او داره میبیندت مثل دوربینای تو توی اوتوبانه. داره رصدت میکنه مثل جی که تو ماشین گذاشته شده تو گوشیده داری رسد بابا خوب علم ثابت کرد اینها عقلن شدنیست خوب علم ثابت کرد که محال عقلی بگید نیست علم ثابت کرد میگفتن آقا زور میکنه مردم کف دستشون اون زمانو میبینه علم عقلا اثبات, کر. اثبات کرد حداقل من نمیم اینا اما عقلا اثبات کرد شده نیست بیا همین تبلت ها همین گوشی ها سال پیشینه میگفتیم یعنی کف دست خب چیه اینجا مثلا معجزهی میشه این یه چیزی مثل جام جهان نما نمیرم موبایل هم میتونه باشه. آقا الان پخش زنده رو هر همیشه خبر نشون نمیده؟ خب. الان موبایل های جدید که اومده تلویزیون هم میگیره. مثل این چیزاست، مثل این سه تا باکساست. میگیره. خب؟ آقا شبکش باشه میگیره. الان هم اونوریا دارن کار میکنن که توی ایران دیگه دیش نخواد. آنتن تلویزیون بگیره ما رو. کانادا هم انجام دادن، جوابم گرفتن. آزمایشش انجام دادن، جواب گرفتن. یعنی دیگه با دیش هم کردن فایده ای بگید. نداره فیلتر بعد این تو باشه. خب؟ آقا درست دو سال دیگه اینم اتفاق افتاد هر کانالی بخوای میتونی ببینی پخش زنده داره نشون میده یا این یکی آقای اونجا داره میگه انا بقیت الله کف دستش هم داره میبینه دیدی ال عقلا اثبات شد شدنی نیست ایشیش رفلکس به ما میگه عقلا اثبات شد شدنی نیست قشنگ وایستی واضحه یه وجبی او تو رو ببینه تو نبینیش انقدر شده تو این بانک ها میری میشینی یا تو مغازه طرف میاد میینه داره موهاشو با شیشه رفلکس درست میکنه رو به رو تو داره موهاشو درست میکنه تو هم نمیبینه خندت هم میگیره اون ماجرا گفتم یه همسایه داشتیم بنده خدا دست تو بینیش میمارید به در و دیوار ما هم نگاش نگاهش اصل عالم به این فکر کنید کی داره نگاهتون میکنه یه مثال بزنم حالا تو خونه نشستی مثلا پیش داداشته به انگار داره از بعد بابات میاد تکونی مثلا حالا کش خودش رو احترام قائل شده تکونی خورد بعد دیگه میری آقا پیش مثلا کی پیش آدم عالی رتبه پیش مرجع تقلید پیش استادی دیگه دو زانو میشینی خدا کجا اینا کجا بعد جلوی او انقدر راحت معصیت میکنی وقتی داری گناه میکنی میگه دارم میبینمت علم یا علم به ان الله یرا بابا دارم میبینمت به این فکر کردی چه خدا میبیند به این فکر کردی امام زمان حاضر بر رفتار توست میگه ای چرا این کار رو داره میکنه در بسته از فضا هیچ نیست خودتی داره یه گناه شهوانی داره انجام میده میگه من میبینم تو جره چجور چرا مردم خجالت میکشی این کارو بکنی چطور از من خجالت نمیکشی فکر کن شیشه رفلکسه ما رو اندازه شیشه رفلکس قبول داشته مالکم لا ترجون الله وقارا چی شده دیگه برای خدا وقارم قائل نیستید انرزی شیشه رفلکس هم برای خدا احترام قائل نیستید مالکم چه شده بر شما پس میبینی ببینیم وقتی در مقابل چه کسی داریم گناه میکنیم کوچکترین گناه ها هم میشه بزرگترین معصیت ها آقا جلو بعضی ما میریم وای میسیم سرمون رو نمیخارونیم میگیم زشته ثبت میشه جلو دوربین میخواد عکس بگیره پلک نمیزنی که چشم بسته نیفته چون ثبت میشه ثانیه ثانیه لحظه لحظه ای تو داره ثبت میشه ثانیه ثانیه تو داره ثبت چقدر شده دیدید آقای دوربین فیلمش در اومده آقا این داشته دزدی میکرده اندازه بابا بی دیگه برای خیلی آی قشنگه مالکم لاتر ترجون الله و غارا. بابا دیگه برای من خدا وقارم غارم قانی نحنو خلقناکم نامردا فلو لا تو صدقون تو مال من بودی من خلقت کردم حالا کارت به جایی رسیدی که دیگه منو تصدیقم نمی کنی هست نیست کجاست عجب اصل پنجم اصل کنترل ورودی ها ورودی های بدن رو باید به پا باشی عزیز من مال حروم خوردی رو حتی گناه میکنی او کسی که مال حروم خورد و خوروند بدونه داره زمینه گناه فراهم میکنه ما اصلا من یکی اعتقاداتی که دارم دشمن داره یک کاری میکنه که ما مال حروم بخوریم سیستمایی داره تر میکنه ما مجبورشیم نزول بخوریم آره در این کار میکنن چون اثرش رو میدونن چرا میدونن حضرت عبدالله کد و لو داد مل من مال الحرام شما هم نماز میخونید من حسین هم نماز میخونم شما هم روزه میگیرید من هم روزه میگیرم شما هم قرآن میخونید من هم قرآن میخونم مل اتبوتون من مال الحرام اونا مسلمان بودن مثلا یا خیل المسلمین آه گروه مسلمانان یه حرفی که چیز میزنه عمر صد لعنت الله میزنه یه یک گروه مسلمان ها به اون عرض لو باش مسلمون بودن نماز میدون. روزی 20 هزار نفر تو اون آب فرات قسل میگرفت بعض ما ما یه ایرادی داریم اینا نمیفهمن کسی که اینجوری کار فرنگی میکنن و بهتر بشینن کار فرهنگی نمیکنن کار فرنگی میکنن ها بعض دستشوی فرنگی رو با دستشوی فرهنگی اشتباه میگیرن کار فرهنگی بکنن کار فرنگی میکنن یعنی چه میکنن بعضی موقع ما میایم دشمن رو یه جوری نشون میدیم که ما احساس میکنیم هیچ کدوم احتمال این شدن رو نداریم. گرفتی چی میگم؟ مثلا میخوام یه نفر بدو نشون اینقدر کریه منظر نشون که دو تا شاخ فقط نداره. و چی میگیم؟ نه اینجوری نیست. بعضی از این سل... که کشته شدن تو عراقو یه لبخند عاشقانه عاشقانی زدن. اینقدر این چهره زیباست، محاسن زیبا داره. برای چی دارید اینجوری یاد میدید؟ پس فردا مردم و یه نفر با چهره زیبا گول میزنه. چون این یه توهم بر مبنای توهمی که همه آدم بدو زشتن ها یه آدم خوشگل میبینه پدرش در میاره میگه ای چی شد بیاید بگید بابا بیاید بگید بگید رو بگید این خدمت شما عرض کنم در واقع آشورا خب اینایی که می اومدن تحریک میکردن ابا خیلی قشنگ حرف میزدن معاویه خطیب بود خطبه قشنگ میخون خب تحریک کننده خطبه میخون یو بگید که مردم قدرت چیزشون حساسیتشون سنسورشون برن بالا و حسگرشون برن بالا که این نکته حواست باشه مال حروم نباید خورد مال حروم جانباز جنگ سفه رو میکنه قاتل امام زمان مال حروم چند تا ایراد داشت شمر دیگه تو این چهار شخصت کربلا گفتن وقتی میگه ولعن ان الله و شمرای خورده بگو محکم بگو اما ببین چی شم که یه ملعون لعنتول لعنتول لعنت الله لعنت باباشم در اومده تموم شده رفته بابا دنیا کارش تولید شمره اونو بزن یزید رفت الان تو بدترین عذاباس لعنت الله علیهم اجمعین از بیشتر همین الان هم داره شعله میکشه آتیشش این دستگاه یزید سازی رو بزن ببین شمر ایرادش چی بود شمر این رو یک حسود بود تو که نیستی دو شکم پرست بود تو که نیستی سه تیکه مینداخت به مردم تعنه میزد تو که نیستی انشالله چون مال هر رو میخورد تو که نیستی انشالله فلزا وقتی میگه ولعن الله و شمرا یعنی ولعن لعن الله تمام این صفاتی که یک نفر را و این خصلت ها و این رضایل اخلاقی که یک نفر را شمر میکند یه وقت داریم میگیم و لعن الله و شمرا داریم خودمونم لعن میکنیم نمیفهمیم خب اینجا چی میشه؟ اینجا اینه که یه موقعی من یه نفر رو دلشو میشکنم نمرش دهه یه نفر رو دلشو میشکنم نمرش هزاره یه نفر رو دلشو میشکنم نمرش بی نهایته چقدر سقوط میکنم؟ برای اون دهیه میشم منفی ده برای هزاریه میشم منفی هزار برای اون بی نهایتی میشم چقدر؟ منفی بی نهایت یه موقع تیکه میندازی به یه آدم عادی حق و ناس حالا یه موقع تیکه میندازی به امام زمانه یه موقع عمدن یه حرفایی می میزنه رو بسوزه میدونستن دست میگفت عمدن گو حمله کنید به خیمه عمدن میگفت میخواست جیگر ابو عبدالله بسوزه یه موقع حسودی میکنی به یه آدم هم. مثلا نخاله مثل من خب یه موقع از حسودی میکنی به امام زمانت چقدر سقوط میکنی هر چقدر او ارتفاع داره چون میری بالا میری بالا میری بالا خودت هم او میبینی میفته پایین هر کی بالاتر بشینه محکم‌تر هم استخوناش میشکنه این هست ورودی نگاه حرام ز دست دیده و دل هر دو فریاد چه هر چه دیده بیند دل کنم دیاد همین دیگه اون نگاه نکن بقول مرحوم ازای مشتهدی گفتش که بابا این که میگم میری خونه مردم چه شده درویش کنی نه فقط برای ناموسش برای وسایل خونش هم هست تو میری اونجا میگه عجب مبلمانی به دلت میفته پولارم هم نداری به گناه میفته بخریش نگاه نکن تا حواس نکنی خیلی مهمه اینقدر جلو گناه ها رو میگیره آقا بهت میگم بیا سوار ماشینشو شو نمیشه <applause> بگو چرا با بشینم دلم میخواد من خودم میدونم چه جونه خودم میگم <applause> رایفی نمیدونم چه جونه دلم عوض میکنم بعدم با اون وقت بشینم این کلا کنم اون کلا کنم کلا سر اینو اون بذارم که بین برس نمیخوام به بیکارم حالا ورود کنترل ها من در مورد چشم و گوش فردا و خورد ویژه تر صحبت میکنم این خورده چون میخوام بحث فردا رو نفس فقط مهار زدن به نفس چجوری رو خرمالش کنیم انشالله برای خرمال کردن شیطان اولا این خرمالش کنیم اصل گناه گناه می یه یا اصلی داریم که خود گناه چی؟ گناه میاره یعنی هر چی گناه کنیم میشه دایره نکبت, نکبت گناه ببین هر چی گناه میکنی گناه بعدی چیه؟ آسان تره دید اولین بار آدم میخواد یه گناهی معصیتی انجام بده چقدر سخته براش دفعه دوم چی آسان تر سوم آسان تر دفعه دفع بیستم میشه عادت گناه رو انجام میده دلش تنگ میشه دلش تنگ میشه میگه اه چند وقت این گناه انجام ندادیم پس این طرف میگه تو ما عرق نخوردیم ما ردیف کن بیمی عرقی بخوریم یه ماه مهمونی مختلط نرفته دلش تنگ شده که بابا یه پارتی کی کسی خارج مارج نمیده یه گودبای پارتی یه زهرم چی بگیرید دیگه بابا این اکیه نرخصیدم غیر تو کمره یارو خوش شد حالا حالا رخص مختلط و مداست یکی رفت خدمت آیت الله مرعشی نجفی اشتباه نکنم شما بعد گفت آقا من یک سوالی دارم و خیلی هم نگران بود سوالش بس آدم اینجوری کنه ایرادی داره گفت نه حالا اینجوری هم کنه چی؟ گفت نه و کمر یه تابی داد و گفت اینجوری کنه چی؟ گفت نه گفت حالا اینجوری چی؟ همه حرکات با هم اجرا شده شد حرکانه حرکات موزون به مو... م... چی؟ م... حرکات موزون. به موضوع حرکات موضوع گفت تجزیت خیلی خوب بود موردشور رو ترکیب تو <تصفح> <تصفح> جواب آخوندی دادا آره همچین جواب آره حالا اون داستانی مراقب باشید به گناه صغیره به دید یک گناه کوچیک نگاه نکن چون اصلا گناه کبیره طریق چی شروع میشه گناه صغیره اصلا میدونستید یکی از گناهان کبیره اصرار بر گناه صغیره است یکی از گناهان کبیره اصرار بر گناه صغیره است ببین اصلا ببین نگاه کن جلو شیطان ببین حالا به اینه که به دشمن بگه حالا تو یه قدم بیای تو عیبی نداره یک کیلومتر میشه کبیره بابا دشمن یه قدمش هم خطرناکه بیرون باش بیرون هم مرزای من باش من هر فیلمی خواست پیدا کنه بعضی ها از پینوکیو هم بدترن پینوکیو بعد هشتاد قسم آدم شد بالاخره آدم شد گربه نره روبا مکاره جناه بعضی همین هشتاد سال پینوکیو گونه پینوکیو وار از گربه نره روبا مکاره گول میخوره من دیگه غربی‌ها باید چیکار کنن با ما ما بفهم اینا دشمنن شش دنگ باشیم ببین هر میخواد بری باشون حرف بزنی کارو کنم شیش باش بغل تو واکنی او دشمنه ایج بری کی وارد این مملکت کرد فرانس خون خون بدیم بزن به مردم خون کم اومده رفتیم ازش خون خریدیم گفتم بهترین وقتی اینا رو ایجز بریم کشورش آلوده به خب الان تو سر قزه نشون میده پدر سوخته ها همه دارن خودشون نشون میدن انقدر عرصه چه حجتی خدا داره تمام میکنه بر مسلمانان برای که تو این کشورهای هستن که تو این بله بر کل مسلمان بر عربا و بر غیر عربا داره تمام میکنه که حتی اگر حکام شما وایسادن چرا نمیشورید علی این حکامی که دارن با اسرائیل اون دونه خیرشون میگیره انتقام الله لله فرادا یه نفرم دو نفر یه نفر میسوام میشه دو تا, تا. تکی باشو ندارن خب کسی بهشون یاد بده از اینا ما داشتیم هی من نزله کل عالم وایستن اون طرف من یه نفر این طرف باشم از تباس گفت امام زمان اما عشق است وقتی براش اما نام آوردن چم کی بفروشه از امام زمان اگه گیرون تر داری بیا ما معامله میکنیم از خلیفت الله حلال عرض چیزی از ارزش منتر این میشه که وقتی یه گناه میفته روی گناه میشه رویه اصلی زندگیتون خطرناک میشه زندگیمون خطرناک میشه جلوی گناه ولو کوچیک هم وایستید یه خورده که پیشرفت میکنید تو اصل, اصل, ترک گناه ها جلو میری یه اتفاق خیلی خوب میفته یه چیزی تو وجودتون بیدار میشه خیلی جالبه اصلا قبلا ندیدینش برای اولین بار حسش میکنید انقدر جالبه یه موجود جدیدی تو وجودتونه شروع میکنم با حرف زدن قبلا خالی میبستی در حد بنز خب بعد الان کوچکترین دروغ ولو مصلحتی هم میخوای بگی یکی از درونت میگه نگو دروغه این تو کجا اومدی خوبه اینا اینا جنود الایان وجدانته یه حسای خیلی خوبی داره اصلا نمیذاره اذیتت میکنه یه دروغ مصلحتی میگیر اصلا تا شب از او وجدان داری زنگ میزنه میگه آقا من شوخی کردم والا به طرف میگی چون این خوبه دیگه اما وقتی این بشه اون همون هیخ خاک میرزه تو دهنش رو وجدان دیگه اصلا دیگه میمیره یه جایی میرسه که دیگه تقریبا احتمال بازگشت صفره این ملعون یزید آره پیغام فرستاد برای آقا امام سجاد گفت چه کنم توبه کنم حضرت فرمود نماز قفیله بخون بین مغروب شما درک درکت بخونید نشسته راحت یه دقیقه اون نیمه میشته طول نمیشه و حفظ بشید نمیتونست بخونه میخواست بخونه چونان دل درد میگرفت میفتاد زمین ا دیگه خود ابلیس شده نمیذاره دیگه بس تو بردش دیگه اون استحواز صورت گرفته دیگه و کشته گرفتن با با یزید اصل که این اصل خودش پنج تا اصله حالا بذارید من به ترتیب بگم اتونه. چون بر مبنای یک روایته من اسمش گذاشتم اصل کسرت تسبیحات خسال جلده یک صفحه 285 در مورد این صحبت شد قال ابلیس لعنت الله علیه خمسة اشیاء لیس لی فی حیله چه پنج تا چیز هست که اگه یکی داشته باشه من حیلم روش اثر نمیکن لو داده این هم آقای امام سجاد فرموده استاد مبارزه با ابلیس برای ما این کارا نمیکنه ابلیس برای امام امام ابلیس برای پدرمان امام سجاد به شکل می میومد تو سجادش که حواسش رو پرت کنه بعد پای حضرت رو گاز هم میگرف. تا اینجا هم پیش میرفت انگار انگار. بعد که اینجا هیچ کاری میکنه وقتی داشت میرفت فریاد زد میگفت به حق سید و ساجدین اعتراف میکن این یه همچی استادی گفته تا ته مطلب ها حضرت فرمود ای ابلیس از میگه ابلیس پنج تا چیز خودش اعتراف کرده که چی؟ من نمیتونم و سائر و ناس فی قبضتی بقیه مردم کلا تو قبضت تو پنجمن این پنج گروه هم نمیتونم کارش یک من اتسم بالله الله ان صادقه و تکل علیه فی جمیع اموره گفت اون کسی که دائم دستش به تناب خودست ارچی من فیلم رو بازی میکنم یه دقیقه این تناب رو بگیر یه چیز خوبیه دو بد دست دیم اعتصام یعنی چنگ زدم و اعتصام به حبل الله دو دستی چسته تناب خدا ولم نمیکنه این آدم اصلا بره تو وسط لجن دوباره با, با تناب میگیره میاد بیرون یه دوش میگیره پاک پاک اما بعضی اصلا ولن تو لجن هم نمیرن با یه آب جوب نجس میشه چون ولن چون بی صحابه صحابت کیه؟ ها. اعتصام من اعتصام به الله چجوری میتونه به خدا دست میگه و اعتصامو به حبل الله و حبل الله المتین صراط المستقیم مولا الموحدین امیر المؤمنین کیه راه داره برای رسیدن به اون الله. صحب الله. صحب الله. و توکل کند به خدا بر تمام امورش کوچیک داریست توکل به خدا الله. این لفظا هر چی میشه توکل به خدا هر کاری میخوای بکنی بسم الله میگه طرف هر کاری میخواد بکنه ما روایت داریم کاراتونو با بسم الله شروع کنید چون کار باطل و بیهوده با نام خدا اصلا انجام نمیشه بیمه میکنی با این کار دیگه جای مگه اشتباهی داشته باشه یه خورده خودم میاد سری میگه میشه که به اسم ما داره خرابش میکنه ردیفش کنی براش. هر کاری میخواد بکنید آقا میخواد بیرون بسم الله الرحمن الرحیم الهی به امید تو توکل به تو توسل به اهل بیت اسمت به امروز اومدم بیرون امروز روز خیر و برکت بر من قرار بده توکل بر تو هر کار میخواد بکنه آقا صداش کردن میخوان توبیخش کنن توکل به خدا ما بنوزم به درک کسی توکل به خدا داره اصلا دنیا برایش میشه به درک اهمیتی نداره آقا من بنوزم مگه خدا روزی رسونی پس این یارو چیکاره سخت اینا به این مرحله سمو واقعا شدنیه شاید بابایی عباس بابایی او جنرال خاصی زیرا بهش زده بودن بعد تایم نماز شد زمان نماز شد و این هم رفته یه کاری داشت همونجا روزنامه پیدا کرد و شروع کرد وضو هم داشت شروع کرد نماز اما خدا دبا این بابا چی کاره اگه قبول داری خدا زورش از این بیشتره اگه قبول داری الکی میگه آره اما میگی نه اینم یارو رفت دعا بگیره و معلم سگ داره یه دعایی به ما بده این سگ این هم به دایی داد ازش دای پول گرفت چوبی هم بهش داد گوه این یه یخ عربی بلد نبود خب تو توکلت به چوبه یا به خدا توکلتون واقعا به این فکر کن هر شروع کنید ادا شو تا در آوردن میرونی که یه ترکی رو میگم ادا در آوردنه هر کنون که کن توکل به خدا انشالله این لفظ رو به رو زبونتون انشالله خب هر خود. اگه خدا بخواد آقا تمام پول جور همه چی جور معامله میخواد جوش بخوره ان اگه خدا بخواد نخواد نه خود میزنی زیرش اگه واقعا قبول داری خدا راستگو میگی بابا منم اراده کنم میبندم رگ حیات او رو کی میخواد به تو در بیفته تو توکل کن من من تو قبول نداری داناییشو داریم ما علم بر این داریم ما داراییشو نداریم گفتم اینو مثل مرد شوری که علمی نداره که الان یه مرده کدوم سلولش چی شده من مرده هیچ کاری هم بکن اما یارو پزشکی خونده استاد بدن علم الابدانه اما شب میترسه با یه مرده جا بخواد دانایی داره اما دارایی بعد دارایی بشه ملکه میشه، با تکرار یه چیزی ملکه میشه تکرار کن توکل بخونه اصلا به خدا اعتماد کنی چشاتونو ببندی خودتون بنوزید بغل خدا گفتم وابسته چی برید پناهنده سیاسی شید به خدا بگو تو هستی کی میخواد من کارمو درست انجام دادم. جوونی از تو جلسه است اومده من میگه که تو بانک کار میکنه میگه یه سر و وعزایی میان اونجا خدا وکیلی برای کار میگه به ما هم گفتن بالاخره باید تطبیق بدید چهره رو دیگه نه که من یه نگاه میکنم که کلم پایینه رئیس شعبم اومده گفته تو داری آبروی ما رو میبری باید نگاش کنی مشتری مداری باید اینجوری زل بزنید پول بهش موری اینا رئیس خاک بر سر اون رئیس شعبه کنم خاک بر سر اون بانک کنم که همچه رئیس شعبه داره خب بعد آره وگرنه استفاده بده برم گفتش تو یه نفری ما زیادیم همین الان داشت تو ماشین بهم میگفت گفتم ببین راج اینه بهش بگو ببین پیامبرم که اومد تو اون اعراب جمع یه مش عرازل و عباش عقمق، ابله نادان کودن بی شعور نه بگو آره پیامبر اگه دیدی به خودش گرفت بگو تو چرا خودتو با اعراب جاهلی گذاشتی یه طرف با و مشترکین ابوجهل و و پیامبر ابوذر رو اینا هم داشت چرا خودت اینور ندیدی فوشو بنداز آره اون صاحبش بر می‌داره خب گفتم من بودم هم چی کارش میکردم که او باید استعفا صفا بذاره بده تو توکل کن به خدا توکلت به خودش او کیلو چنده من خودم بهم اثبات شده خدا شد هر موقع هر کاری رو به خاطر نماز نماز رو به خاطر هر کاری عقب انداختم یه گیری توش به وجود اومد که اصلا قشنگ دیدم معادل زمان نماز نرسیدم مثلا میگفتم اینو من برم نمازم میخونم بعدم برم گرم مثلا اینو بخونم دیدم دقیقا همین تایم یه اتفاق عجیب افتاد از من گرفته شد بهم فهمون بخون بقیش ما منه قبول کنی توکل به خدا اصله کسی که دائم توکل به خدا داری دست و تناب الهی داره کی میتونه اینو جدا کنه هیچ کی نمیتونه مورد بعدی من کثر تسبیحه فی لیله و نهاره کسی که زیاد تسبیح میکنه سبحان الله میگه اینم نمیتونم کار کنم آقای کنتور نمیندازه داری تو ماشین نشستی بیکار در دیوار نگاه کنی سبحان الله سبحان الله سبحان و قدوس ربنا و رب الملائکه لا اله الا انت که انی کنت من الظالم این سبحان الله این یاد خدا میینه چیزی که تو لب تکرار میشه آروم آروم قلب باهاش وزن میگیره ریت میگیره شروع میکنه با اون نفس کشیدن بعد دیگه ساکت هم که میشی و لیلهی خوابم هسته قلبت میگه سبحان الله اصلا دیگه نمیتونه حرف چرت و پرت بزنه اما وقتی عادت شد لغو بگی قلبت به لغو عادت میکنه میای تو روزه دارن روزه میخونن یاد اون حرف بی خوده میفتی دارن روزه میخونن یاد اون ترانه میفتی یه کلمه اینجا میشنوی یاد اون فوشه میفتی یاد اون جک بده میفتی کل حالت به هم میریزه برای اینکه گوش تو کنترل نکردی زبونت هم هی تکرار کرد اینا نکتسو. کسی که گوینده خبرن بهشون میگن به هیچ وجه قبل از خبر روی خبر شوخی نکنید به هیچ جز اصول خبر است خب اصول خبر اگر شوخی کنید یهوی چی؟ مثلا اسم بابا یک کجو کله هست اسمای اصلا عجب غریبی خب هی بگه ای مثلا چی من من نمونه هست نمیخوام بگم چون نیست بلاخره سیدی پخش میشه این سخندانی خوب نی خب و یعنی گفتم بهتون بگم کی کجا چیکار کرد چه گافی داده سالش هم میدونم گوینده خبرش هم میشه حداقل ده 15 مورد میدونم خب آقا شوخی کرده یوهی تو خبر یک چیزی گفت که خراب عادت کرد سبحان الله که بگی دلت آروم ریتم میگیره اصلا دلت قلبت میگه سبحان الله سبحان بعد شیطان میتونه به اینجا تخ بذاره نمیتونه هاشی امنیت داره نمیتونه بیاد من لم یجزع علا مصیبته حین تصیبه کسی که وقتی یک مصیبتی برش وارد میشه جزع کنه جزع داد و بیداد پیرمرد 90 ساله مرده سر قبل دختراش کف میگن یه جوری که انگار جوون رشید 18 ساله مرده خدا دیشنیدیم نمید قبرستون میده اوه یه جوری ای خدا کجا نشستی بابا کی مرده بریم ببینیم مثلا این اتمالا یکی جوون رشیدی داشتن و مثلا پودرم شده کاش قابل شناسایی باشه ما بریم لاغل ببینیمش کیه میره یه پیری بوده ست سالش بوده رو ویبره بوده مثل بابا اتی بوده بعد اینو برایشون آوردنش مرده و آره از کارهایی که شیطان خوب میتونه بزنه به ما حواستون باشه ها ضربه رو میزنه و در میاره اینی که شما عادت دارید جلو شیطان وایسی اما تو مصیبت تو بهش میگن اصل شوک و بهت یه شوکی که بهت وارد میشه گیج میشی تو همون لحظه یه چیزی از دهنت میکشه بیرون یه رفتاره این شک و بهت کجاست تو عصبانی شدن یهو عصبانی میشه حالت عادی آدم این آدم اینجوری نبوده میگه اصلا این آدم اینجوری نبود دو سال با ما همسایه از همکار ما میشستیم اصلا یه همچین حرفی از او بعیده چی شده یک مصیبتی وارد شده برش مراقب باشید ببین شوکوبات آمریکا هم همین کار میکنه دو تا ساختمون خراب کردن همه شوکه شدن تو بهت و شوکه این بودن حمله کردن به دو تا کشور ماسمال کردن پیچو نتا رفت اینا هنوز میگفتن این ساختمونا چی شد کی بود کجا بود بابا دو تا کشور اسلامی رو گرفت تو شک و بحت جامعه جهانیان حمله میکنن این بچه کشا اینجوریه مصیبت یکی از روش که شیطان یه عزیزی از دست میده یوهوی فکراش می ده. چون اینو خیلی دیگه دوستش داره اونجا آدم شد مورد آخرم بگم برای امشب بسه دو مورد بگم من راضیه لأخیه المؤمن به ما یرضاه لنفسه هرچی برای خودش راضیه برای برادر مؤمنش هم راضیه حسود نیست حسود نیست از این بالاتر هم داریم میگه هر چرا برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند بعضی موقع با این رفتار شما خرابکاری هم میکنید چون یه سری چیزا از برای خودتون میپسندید اما او بابا بگید نمیپسنده این 50 درصد ماجور. ما ما رو دعوت کردم بعد یهو دیدیم یه حلیم و ورداش بین خوب شده اینا یه قاشق خورد با همون حلیم ما قاشق شروع که هم زدن من چرا میکنی تو دید خب گن زده خراب کاری کرد گفت سور المؤمن و شفا حدیثم برای من خون گور به گور شده که آره آب دهان مؤمن شفاست گفتم تو ثابت کن مؤمنی حالا <تصح> ما به اندش حالا بهم صحبت میکنیم چون یه آدمیه که قاشق دهنی هم غذا میخوره واقعا هر چرا برای خود میپسندیده برای من پسندیده اما صحبت اینجا ما نمیپسندیم یعنی اینقدر بعد هوشیار بشه شاید این خوشش نمیاد خب بعضی هستن مهمون نوازن میمون بیاد خونشون انگار رنگ بخاطر این وقت چتر میندازن یه جا خدا نصیب گرگ بیابون نکنه خب میره چون خودش یک هفته بیاید مثلا خونش به اون اراده میری یه هفته می میکنه از کار زندگی داره میندازه به قول او بابا گفت مهمان یکی دو روزه در روز سوم نهی خب دیگه بلنش بره دیگه میونه یه هفته برای خودشون اینجوریه دیدی میگه نمیای که نیایم خب یه همین یه عکس این اصله دیگه حواسمون باشه مؤمن بره هر چی بر خود دوست داری مثلا پولدار بشی رفیقت پولدار بشه الحمدلله شرایط فرام پولدار شه اینقدر خدا این رو دوست داره شیطان نمیتونه دور بره چرا چون خیلی خوش که جلو نفسش وایساده ما آمارد آخر من رضی به ما قسم الله له ولم يحتم له رزق راضیه به اون چیزی که خدا بهش قسمت کرده دیگه, دیگه کوشش و سعی بر رسیدن به یه چیز خوبه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما به انفسهم اما بعضی چیزا دیگه بابا دست و پا میزنن این کلا تو اون کلا بابات نیست روزیت نیست من خدا روزی نسون نیست من کارمو کردم سعیمو کردم 800 روزی دارم کار میکنم اضافه کارم وای میستم کلا سر کسی نمیذارم بقیش با خداست از این ور بیشتر با کلا برداری در میره از اون ور برجش بیشتر میشه مریضیش بیشتر میشه خرابی ماشینش بیشتر بش. از این ورودی بیشتر میشه از اون خروجی بیشتر میشه میبینی بدبختش هم مال توه چرا بعد ببری هی بیمارستان هی باید بری ماشینو بری تعمیرگاه هی باید بری یه جوری با مردم رفتار بکنید مردم از شما جدا میشن لبخند به لبشون میشه میگن دمش کن. ولو به لبخندی که شما به او زدی ولو با مهربونی که با او کردی که کنترل هم نمیندازه خرجم نداره خرجم نداره این اصول یادمون باشه که این شد اصل کنترل نیازها وقتی من نیازهای خودم رو کنترل نکنم هرچی دلم بخواد بابا من یه الان بعضی چیزا در خودم مثلا من بارها هم گفتم یه ما نگاه کنید من یه درآمد مشخصی تو ماه دارم حالا یه ما بیشتر میشه ما کمتر میشه مشخصه میانگی من اینقدر درآمد خب من الان توی محله متوسط به پایین تهران زندگی میکنم من تا 6 ماه پیش ماشینم نداشتم والله خونم الان ندارم مستاجری نکتهش نکتهش اینی که من آقا تو استاد کشوری برو بالا این مدیریت نیازها. نه این چیه؟ وعده اون پدر سوخته شیطونه. بعد برای اینکه تو بری بالا یه خونه بخری اونجا بخری، هیچ 100 متری باشه، نه 60 متری باشه. متری 6 تومن. 360 ماه یه میلیون بتونی بذاری کنار یعنی چقد؟ ما 360 ماه. 360 ما دیگه اون خونه این قیمت نیست. خب 360 ماه. تقسیمه دوازده که سی سال چیزی نیست سی سال دیگه اون سی سه شست میلیون میمونه خب با این اوضاعی که ما داریم تو بگو سی روز دیگه خب <applause> پس چی میشه؟ توهم بگید نمیزنم حالا مثلا فرض کن خانواده من داده بیداد کنه آه تو چرا اینجا محله میگم ساکت اسکت خفه یعنی همین اسکوت عربی داشتم ترجمه می‌کردم سو استفاده نشه و ما پس برای بعد بریم جواب پس بدیم خب آره کسی که چرت و پرت بخواد گناه بخواد از آدم بود با... جواب ساکت شو ساکت شو بریم چیکار کنم دزدی کنم او خدا که بالا سر برام پسند چه ایرادی داره این ارزش انسانیته همین که راضی ما همین و اما وقتی تو مبنای نیازار نشی بولاش با چهار تا پولدار چرخیدی ماشینا 2300 میلیونی سوار شدی خب بعد دیگه حوست میکنی دیگه بعد نداریم از میشه چیکار کنی؟ آه دم انتخابات میشه میگم بیا برای ما سخنرانی کن ردیفه میدنم اما من بهتون میگم <applause> <applause> <سيق> میدنم میدونم بیان پیشنهاد میدم قشن مبلغ بهت میگن اینقدر قشن اینقدر راحت بیایو تو برو واسه آقای فلانی صحبت کن اینو بگیر چی میخوای؟ آره خونه بهت میدن، ماشین بهت میدن، راننده بهت میدن. یه بهونه درست می‌کنن، قرارداد کاری پجویشی بهت می‌نویسن. یک مجله برای ما در بیاریم 400 میلیون بگی. این صد میلیون بگی مجله در پیتی که مثلاً. وای چیکار کنی؟ می چهار تا مقاله انگلیسی می میده، انقلاب برای ترجمه می‌کنم، میدی به اونها، اونها مجله میشه. اونه. راهش هم هست. خب؟ اما تو باید بتونی جلوی مسئله رو بگیری. نتونی تموم شده بعد اون وقت میشی مزدور به گناه پول میگیری رشوه میگیری قاچاق میکنی اون جوونی که میخواد یه شب هزار جا برسه براش جا انداختن اینجوری خراب میکنه دیگه بعد میخواد گناه نکنه یا میره قاچاق چی میشه یا میره آشپزخونه میزنه خب بعد آره میزنه تو کارهای دیگه و سر دو ماه هم یه ماشین مدل پالای مدل بالا یکم میخواد گناه نکنه میان گولش میزنن شرکت هرمی این جوونی که وجدان داره میخواد گناه هم نکنه پولدارم بشه ما نمیشه آقا یه شب پولدار شد هر جا کاخ دیدید کنارش مولا فرمود چیه کوخیه چون منابع مالی محدوده یه جای خراب شده که این بره بالا نمیشه نمیشه خب نمیشه بابا هزار میلیارد تومن درآمد مسئولی داره مسئولیت کشور خود ثروت هزار میلیارد تومن ما میگم چقدر حقوق گرفتی؟ بیا بشینی با هم حساب کن قبلش چقدر داشتی؟ خب پنجاه تا شرکت به اسم خودش بعد خودش با خودش, خودش قرارداد بسته اقای کارا چه سمنی نمیدونم بینو گیر بده از کجا آوردی چی کار بکنی نمیدونم شما ما نمیفهمیم درست این هاست شما حواسمونو رو جمع کنید مدیریت نیازها یه نکته بگم ارزم تمام کوتاه ببین این که میگه هر چی دوست داری برای رفیق مؤمنت این همینه دیگه ببین حسودی نکن براش خیر بخوا خدا برات خیر میخواد براش شهادت بخوا به تو شهادت میده براش پول بخوا به تو پول میده تو هیچ شکی نکنید خیر بخوا جلو نه نفست میبینی حسودی کردی سری بزن تو دهنش برو عمدن بهش تبریکم بگو دستشم ببوس روشو ببوس بگو که آقا خیلی خوشحال شدم من این مطلب به این یعنی من نزنی ها بفهم که این قلط رو اللهم عجل لولی یک الفرج و والنصر و من خير <تص> عوانه ونصاره، والمستشهدين و يديه. بین یده تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان سه سلوات دونت بفهمیم.